به نام خداوند بخشنده مهربان، دانش‌آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلام گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، ما در جلسه گذشته راجع به توان در مولدهای الکتریکی بحث کردیم. توان در مولدهای الکتریکی که به مدار انرژی میدن یا از مدار انرژی میگیرن را مورد بررسی قرار دادیم. اما در این جلسه می‌خواهیم نمودار تغییرات توان مفید یا خروجی مولدی که به مدار انرژی میده بر حسب جریان عبوری از مولد رو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین در این جلسه ما نمودار تغییرات توان مفید یا خروجی مولدی که به مدار انرژی میده بر حسب جریان عبوری از آن را مورد بحث قرار میدیم. خب دوستان، ما در جلسه گذشته اثبات کردیم اگر مولدی به مدار انرژی بده، توان مفید یا خروجی این مولد از رابطه پی مساوی با آی ای منهای آی دو آر به دست میاد. خب که در این رابطه پی توان مفید یا خروجی مولد بود، آی جریان عبوری از مولد بود، این دو محرکه الکتریکی مولد، و آر مقاومت درونی مولد. اما دوستان، اگر مولدی که به مدار انرژی میده در یک مدار تک حلقه قرار داشته باشه و تنها مولد مدار تک حلقه ما باشه، ما یک مدار تک حلقه تک مولد داریم که نمونه ای از این مدار رو میتونیم به این شیوه رسم کنیم. در اینجا ما یک مولد داریم که به مدار انرژی میده و دو سر آن به یک مقاومت خارجی متغیر که میتونه یک رئوستا یا پتانسیومتر باشه وصل شده. اون دوستان، اگر در این مدار تک حلقه تک مولد که مولد به مدار انرژی میده مقاومت تغییر نکنه، طبق این رابطه ای آی مساوی با ای آر به اضافه آر، چون هر سه کمیت طرف راست این رابطه ثابت میمونن، جریان مدار تغییر نمیکنه و چون جریان مدار تغییر نمیکنه، توان مفید مولد هم تغییر نمیکنه. اما اگر مقاومت خارجی یا رئوستا را مقاومتش رو تغییر بدیم، آر تغییر میکنه، بنابراین جریان عبوری از مدار یا مولد تغییر میکنه. چون جریان عبوری از مولد تغییر میکنه، توان مفید مولد تغییر میکنه. بنابراین توان مفید مولد یک تابعی است از جریان عبوری از مولد. در اینجا جریان متغیر مستقل و توانش متغیر وابسته. بنابراین توان مفید تابعی است از جریان عبوری از آن. اگر این تابع رو بازنویسی کنیم، ما داریم پی مساوی با منفی آر آی به توان دو، این میشه ضریب آی دو به اضافه ای آی، این هم ضریب آی میشه. خب چون در اونجا تابع ما یک تابع درجه دومه، نمودار این تابع سهمی میشه. اما چون ضریب آی به توان دو منفیه، تقعر این سهمی به سمت پایین میشه. اما اگر ما بخوایم نمودار این سهمی رو رسم کنیم، باید ببینیم در چه نقاطی سهمی محور افقی جریان رو قطع میکنه. یعنی اگر توان برابر صفر باشه، توان مفید، چه جریان‌هایی به دست میاد؟ خب توان صفر باشه، برابر با منفی آر آی دو به اضافه ای آر. خب
در اینجا ما میتونیم از آی فاکتور بگیریم. خب این جمله میشه منفی آر آی به اضافه ای مساوی با صفر. خب اگر این معادله رو حل کنیم آی برابر صفر میشه و منفی آر آی به اضافه ای مساوی با صفر باشه. حل این معادله پایینی رو ادامه میدیم. خب منفی آر آی مساوی با منفی ای، در نتیجه جریان برابر با ای تقسیم بر، یعنی به ازای جریان آی مساوی با صفر و آی مساوی با ای تقسیم بر آر، تمام مفید یا خروجی مولد صفر میشه و سهمی در این دو نقطه محور جریان را پرد میکنه. اما رأس سهمی، اگر بخوایم رأس سهمی رو به دست بیاریم، توی رأس سهمی از این رابطه به دست میاد. ما در ریاضی خوندیم x مساوی با منفی b تقسیم بر 2i. و اگر شکل کلی معادله سهمی رو من در اینجا بنویسم، به این شیده بود y مساوی با ax به توان رو به اضافه bx به اضافه c. خب در اینجا ببینید ضریب x دو a، در اینجا ضریب i رو منفی آر، پس این میشه a. در اینجا ضریب x b، اینجا ضریب i b، این میشه b. خب c هم که در اینجا صفره، در معادله یا تابع توان مفید بر حسب جریان عمومی هست. خب در اینجا ما میتونیم طبق این رابطه x مساوی با منفی b تقسیم بر 2i طول رأس سهمی رو به دست بیاریم. i برابر با منفی b، منفی b میشه و تقسیم بر 2 ضرب در a میشه منفی r. بنابراین رأس سهمی طولش به دست میاد که برابر با e تقسیم بر 2i. بنابراین آی مساوی با ای تقسیم بر دو آر، این میشه طول رأس سهمی ما. یعنی در این نقطه اگر آی برابر ای تقسیم بر دو آر باشه، توان مفید یا خروجی مولد ماکزیموم میشه، چون تقاعد سهمی به سمت پایینه. خب اگر این جریان رو در این معادله قرار بدیم یا در این معادله، ما میتونیم نقطه ماکزیموم یا اکسترموم سهمی رو به دست بیاریم. پی مساوی با آی ای منهای آی دو آر. خب در اینجا من آی رو جایگذاری می کنم، اگر آی هم باشه ای بر دو آر. خب ما داریم، خب پی برابر آی که میشه ای بر دو آر، این میشه پی ماکسیم، توان مفید یا خروجی ماکسیم. آی که شد ای بر دو آر زد در ای، میشه و منفی آی به توان دو، میشه ای بر دو آر به توان دو ضرب در آر کوچک میشه. خب توان ماکسیموم به دست میاد، خب میشه ای به توان دو تقسیم بر دو آر. این جمله جملهش هم میشه ای به توان دو، این آر با آر به توان دو ساده میشه، بنابراین میشه چهار آر میشه. خب اگر به دست بیاریم پی ماکزیموم رو، پی ماکزیموم میشه، خب میشه چهار آر
تقسیم بر دو آر میشه دو، دو ای دو منهای چهار آر تقسیم بر چهار آر میشه یک، منهای ای دو میشه. بنابراین توان ماکسیموم به دست میاد برابر با ای به توان دو تقسیم بر چهار. خب اگر نمودار این سهمی رو بحث بکنیم، نمودار سهمی ما به این شکل میشه. این محور جریان میشه بر حسب آمپر و این محور توان میشه بر حسب وات. خب گفتیم سهمی به سمت پایین تقعرش و در دو نقطه محور جریان رو قطع میکنه، یکی نقطه آی مساوی با صفر و آی مساوی با ای برابر. خب در اینجا ما سهمی رو رسم میکنیم و توی رسم سهمی هم شد ای تقسیم بر دو آر که در این نقطه اگر جریان ای تقسیم بر دو آر باشه توان مفید مولد ماکسیموم میشه و عددش برابر با ای به توان دو تقسیم بر چهار. خب برای اینکه ما بتونیم مسائل مربوط به این نمودار رو به راحتی حل کنیم، باید این نقاطی که روی نمودار مشخص شده این اعداد رو حفظ باشیم. به راحتی میتونیم مسائل این قسمت رو حل کنیم. خب حالا چند مسئله رو راجع به نمودار توان مفید مولد بر حسب جریان عبوری از آن حل می‌کنیم. مسئله اول ما به این شکل است: نمودار توان مفید یک باتری مطابق شکل روبروست مقاومت درونی این باتری چند اوم است؟ خب نموداری که داده به این شیوه است، نمودار پی آی بر حسب آمپر و توان خروجی بر حسب وات. خب یه سهمی میشه بدین شیوه. خب این نقطه را داده 12 و این نقطه را هم داده، این نقطه هم 36. خب گزینه ها هم یک میشه نیم، گزینه دو میشه یک، گزینه سه میشه یک و نیم، گزینه چهار میشه دو. خب اگر خلاصه مسئله را یادداشت کنیم، بعدا میتونیم مسئله را به راحتی حل کنیم. خب نمودار توان مفید یک باتری مطابق شکل روبروست. خب باتری است که به مدار انرژی داده و سهمی توان مفید بر حسب جریان عبوری از اون رو به ما داده، اما دو نقطه رو داده. خب مقاومت درونی این باتری چند اوم است؟ آر برابر چند اومه؟ خب اگر دقت کنید در نمودهایی که ما برای توان مفید باتری بر حسب جریان عبوری از اون رسم کردیم، این نقطه شد ای آر، یعنی در جریان آی مساوی با ای تقسیم بر آر توان مفید میشه صفر. خب بنابراین ای آر رو میشه 10 و این نقطه توان ماکسیموم باتری رو به ما میده که توان ماکسیموم ما به دست آوردیم ای به توان دو تقسیم بر چهار آر.
بنابراین ای به توان دو تقسیم بر چهار آر برابر با 36. خب ما دو تا معادله و دو تا مجهول رو داریم. خب در اینجا ما میتونیم ایو به دست بیاریم، البته در معادله بالایی ما میتونیم ایو به دست بیاریم و در پایین قرار بدیم. ای برابر با 12. خب اگر این یک باشه و اینم از یک و دو میتونیم نتیجه بگیریم که خب ای به توان دو میشه 12 آر به توان دو، اینو میشه 4 آر مساوی با 36. خب در اینجا 12 آر به توان دو اگر حساب کنیم میشه 12 آر ضرب بر 12 آر تقسیم بر 4 آر میشه مساوی با 36. خب در اینجا آر با آر حذف میشه و 12 هم تقسیم بر 4 میشه 3. خب این جملات حذف شدن و به این ترتیب به دست میان 36 آر مساوی با 36. نتیجتا آر میشه 36 تقسیم بر 36 برابر 1 میشه. بنابراین مقاومت درونی این باتری که از ما خواسته مسئله برابر 1 میشه. اما اگر ایو به دست بیاریم، نیرو محرکه باتری رو به دست بیاریم، نیرو محرکه باتری خیلی راحت از رابطه 1 به دست میاد. یک نتیجه میتونیم بگیریم این مساوی با 12 آر و 12 ضرب در 1 میشه 12. خب اما مسئله بعدی ما نمودارهای اختلاف پتانسیل، اختلاف پتانسیل و توان خروجی مولد و توان خروجی یک مولد بر حسب شدت جریان عبوری از آن، بر حسب شدت جریان عبوری از آن مطابق شکل‌های مقابل است. مطابق شکل‌های مقابل است. به ترتیب از راست به چپ، از راست به چپ نیروی محرکه مولد و مقاومت درونی مولد در اس آی کدام است؟ خب گزینه های ما عبارتند از 5 و 1. گزینه دوی ما 5 و 2. گزینه 3 10 و 2. و گزینه 4 10 و 1. خب نمودار بی بر حسب آی ولتاژ دو سر مولد بر حسب جریان عبوری از مولد رو داده به این شیوه: بی بر حسب ولت، آی بر حسب آمپر. و در اینجا ببینید این میشه 5، این نقطه رو داده. و نمودار توان مفید مولد بر حسب جریان عبوری از مولد هم داده پی بر حسب وات و آی بر حسب آمپر. یک سهمیه تفاعل شده پایینه خب در اینجا هم این عدد داده توان ماکسیموم داده 12.5. ابتدا خلاصه مسئله رو یادداشت میکنیم، سپس مسئله رو حل میکنیم. اما مسئله ما میگه نمودارهای اختلاف پتانسیل و
توان خروجی یک مولد بر حسب شدت جریان عبوری از آن مطابق شکل‌های مقابله. به ترتیب از راست به چپ نیروی محرکه مولد و مقاومت درونی مولد در اسای کلامه. میگه نیروی محرکه مولد در اسای یعنی ای برابر چند وات میشه برای این مولد و مقاومت درونی مولد آرم در اسای چقدر میشه؟ چند اومه؟ خب برای مولدی که به مدار انرژی میده نمونای ولتاژ دو سر مولد بر حسب جریان عبوری از مولد رو داره. خب ولتاژ دو سر مولدی که به مدار انرژی میده از این رابطه به دست میاد. خب در این نقطه که جریان برابر با 5 آمپره ولتاژ صفره. خب اگر ولتاژ رو صفر قرار بدیم این منهای آی آر میشه. خب در اینجا آیا هم میتونستیم جایی گذاری کنیم؟ خب صفر مساوی است با ای رو که نداریم، آ رو هم که نداریم، اما در اینجا آی رو به ما داریم. اگر جریان عبوری از مولد 5 آمپر باشه ولتاژ دو سر مولد صفر میشه. بنابراین در اینجا ما میتونیم بنویسیم 5 آر مساوی با ای. این یک رابطه، رابطه یک. اما در اینجا باز هم توان ماکسیموم مولد رو به ما داده. توان ماکسیموم مولد از این رابطه به دست میاد که میشه ای به توان دو تقسیم بر 4 آر. اگه جای گذاری کنیم میشه 12.5 مساوی با ای به توان دو تقسیم بر 4 آر. خب در اینجا ای به توان دو برابره با 4 ضرب 12.5 میشه 50 آر میشه. این هم یه رابطه دیگه. خب اگر در رابطه دو ایو قرار بدیم ما داریم، بنابراین از یک و دو میتونیم نتیجه بگیریم. از یک و دو نتیجه میگیریم ای به توان دو، ای معادلش 5 آر به توان دو مساوی با 50 آر. خب در اینجا باز هم میتونیم به دست بیاریم، میشه 25 آر دو مساوی با 50 آر. یکی از آر رو میتونیم حذف کنیم، اینجا میشه آر، این هم میشه یک. خب میشه 25 آر مساوی با 50. نتیجتاً آر میشه 50 تقسیم بر 25 برابر 2 اوم میشه. خب مقاومت درونیش 2 اوم. بنابراین گزینه های 1 و 4 حذف میشن. اما اگر رابطه 1 نتیجه بگیریم ما داریم ای مساوی با 5 آر. خب در نتیجه ای میشه 5 ضرب در آر، آرم که 2 اوم به دست اومد میشه 10 اوم. بنابراین گزینه 3 درست. نیرو محرکه شد 10 بود و مقاومت درونی هم شد 2. خب دوستان پس کنید که ما یک مدار تک حلقه تک مولد داریم که مقاومت خارجی آن یک مقاومت متغیره. اگر مدار رو رسم کنیم مدار ما به نشی به در میاد. یک مولد که دو سر این مولد به دو سر یک مقاومت خارجی متغیر وصل شد. خب در این مدار اگر مقاومت خارجی رو تغییر بدیم جریان عبوری از مدار یا از مولد تغییر میکنه و توان مفید مولد نیز تغییر میکنه. اگر نمودار تغییرات توان مفید مولد بر حسب جریان عبوری از آن رسم کنیم
نمودار بدین این شیوه در میاد. نمودار ما یک سهمی بود با تقعر رو به پایین که نقطه ای تقسیم بر آر بود، طول رأس سهمی ای تقسیم بر دو آر بود. زمانی که جریان ای تقسیم بر دو آر از این مولد میگذره، توان مولد، توان مفیدش ماکزیموم میشه و برابر ای به توان دو تقسیم بر چهار آر میشه. بنابراین اگر جریان عموری از این مدار یا از این مولد ما برابر ای تقسیم بر دو آر باشه، توان مفید مولد ماکزیموم میشه و برابر ای به توان دو تقسیم بر چهار آره. زمانی که این جریان از مدار میگذره، مقاومت خارجی مدار چند اندازه ای داره؟ خب اگر توجه کنید، جریان در یک مدار تک حلقه تب مولد به این شیوه به دست میاد، مانده مدار فوق ای تقسیم بر آر به اضافه آر برابر جریان میشه. خب از این دو تا رابطه، یعنی رابطه آر مساوی با ای تقسیم بر دو آر و رابطه آی مساوی با ای تقسیم بر آر به اضافه آر، از این دو تا رابطه ما میتونیم نتیجه بگیریم. از رابطه یک و دو نتیجه میگیریم که خب طرف چپ این دو تا رابطه با هم دیگه برابرن، بنابراین طرف راست اونا هم با هم دیگه برابره، ای تقسیم بر دو آر برابر با ای تقسیم بر آر به اضافه آر. در اینجا میتونیم ایها رو با هم ساده کنیم، در نتیجه داریم دو آر مساوی با آر به اضافه آر. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم که دو آر منهای آر مساوی با آر بزرگ، در نتیجه مقاومت خارجی مدار برابر با مقاومت درونی مولد میشه. بنابراین زمانی که توان مفید منبع یا مولد ماکزیموم، مقاومت خارجی مدار برابر مقاومت درونی مولده. یا به عبارت دیگه ای میتونیم بگیم اگر مقاومت خارجی مدار برابر مقاومت درونی مولد باشه، توان خروجی مولد ماکزیموم میشه. خب این نکته خیلی مهمیه که این نکته رو من اینجا می‌نویسم. خب اگر مقاومت خارجی یک مدار تک حلقه تک مولد مانند مدار فوق برابر مقاومت درونی مولد باشد، توان مفید مولد ماکزیموم یا بیشینه خواهد بود. اکنون مسئله رو راجع به این نکته حل میکنیم. خب صورت مسئله رو من میمیسم و بعدا مسئله رو حل میکنم. صورت مسئله رو روی تخته نوشتم، ابتدا خلاصه مسئله رو یادداشت میکنم و سپس مسئله رو حل میکنم. مسئله ما میگه نمودار توان خروجی باتری بر حسب جریانی که از آن میگذره در مدار زیر مطابق شکل. برای این مولد که در این مدار قرار داره، نمودار توان مفید آن بر حسب جریان عموریش به این شیوه است. میگه مقاومت این رئوستا را چند اوم و چگونه تغییر بدیم تا توان خروجی باتری بیشینه بشه. میگه
در حالت اول مقاومت روستا یک اومه. خب مقاومت روستا در حالت اول یک اومه. خب میگه چقدر این مقاومت رو باید تغییر بدیم تا توان مفید این مولد برابر با توان ماکسیموم یا بیشینه بشه که برابر 18 کنه. خب ابتدا ما به نمودار توان مفید بر حسب جریان نگاهی میاندازیم. خب ببینید در اینجا رأس سهمی رو به ما داده. خب طول رأس سهمی برابر بود با ای تقسیم بر دو آر، یعنی زمانی که جریان عبوری از این مولد ای تقسیم بر دو آر باشه، توان مفید این مولد ماکسیموم میشه و توان ماکسیموم مولد برابر بود با ای به توان رو تقسیم بر چهار آر. خب ما از این دو تا رابطه میتونیم ای و آر رو حساب کنیم. بنابراین ای و آر رو حساب میکنیم. خب ای به توان دو تقسیم بر چهار آر برابر 18 است. این رابطه یک. و ای تقسیم بر دو آر مساوی با 6، این هم رابطه دو. از این رابطه دو میتونیم نتیجه بگیریم که ای برابر با 12 آره. خب اگر این رابطه سه باشه، از یک و سه میتونیم نتیجه بگیریم که ای به توان دو که میشه ای برابر با 12 آر به توان دو تقسیم بر 4 آر مساوی با 18 میشه. یعنی در رابطه یک ما معادلش رو قرار دادیم. خب در اینجا میتونیم بنویسیم 12 آر ضرب در 12 آر تقسیم بر 4 آر مساوی با 18. خب در اینجا این جمله ساده میشه، 4 آر با 12 آر ساده میشه میشه 3. خب در اینجا میتونیم خیلی راحت آر رو به دست بیاریم. آر برابر با خب 3 12 میشه 36 آر مساوی با 18 میشه. آر هم میشه 18 تقسیم بر 36 میشه نیم اوم. نقطه‌ای گفتیم که اگر مقاومت خارجی مدار برابر مقاومت درونی باشه، توان خروجی مولد بیشینه میشه. خب در اینجا به دست اومد مقاومت درونی مولد نیم. زمانی که مقاومت خارجی مقاومت ارستا به نیم اوم برسه، توان مدار بیشینه میشه، توان مولد. بنابراین اگر آر دو برابر آر بشه، یعنی برابر نیم اوم بشه، آنگاه توان مفید مولد برابر توان ماکسیموم میشه که 18 باشه. خب در نتیجه اگر بخوایم دلتا آر رو حساب کنیم، دلتا آر برابر با آر دوی منهای آر یک برابر آر دو میشه نیم منهای آر یک هم که یک اومه میشه منفی نیم اوم. یعنی مقاومت خارجی مدار باید، یعنی مقاومت رکسال نیم اوم کاهش پیدا کنه که در اینجا گزینه یک جواب تست است. خب از این دو تا رابطه میتونستیم ایو هم به دست بیاریم که در اینجا ضرورتی نه. دوستان دوباره نمودار توان مفید مولد بر حسب جریان عبوری از اون رو رسم میکنم. خب این محور جریان و این هم محور تب. خب
ما یه صحنه بود بنشینه. خب اگر توان مفید مولد مقدار ماکسیمومش نباشه، یه مقدار کمتر از مقدار ماکسیمومی ها بیشینه باشه، مثلا پیپرین باشه. خب اگر از نقطه پیپرین یک نیم خطی موازی محور پایه وصل میکنیم، در دو نقطه سهمی ما را قطع میکنه. خب نقطه اول متناظر با جریان آیه و نقطه دوم متناظر با جریان آی. خب یعنی اگر جریان های آی یک و آی دو از مولد یا از باطنی ما بگذره، توان مفید مولد برابر پیپرین میشه. خب اما چه رابطه ای بین این دو جریان وجود داره؟ باید توجه کنید، این میشه جریان آی و این هم میشه این نقطه که ای تقسیم بر آر بود و این قسمت یعنی این پاره خط میشه ای تقسیم بر آر منهای آی دو. پس این میشه ای آروم منهای آی دو. با توجه به تقارنی که سهمی داره، این دو قسمت با هم یه مساوی هست، یعنی میتونیم بنویسیم آیه یک مساویست با ای آروم به منهای آیه. خب میتونیم جریان آیه رو ببریم طرف چپ. خب داریم آیه که این هم میشه مثبت به اضافه آیه برابر ای تقسیم بر آر. خب این نکته ای که در اینجا میتونیم بنویسیم اینه که اگر به ازای دو جریان مختلف که از مولد میگذره توان مفید یکی باشه، مجموع این دو جریان برابر با ای تقسیم بر آر. بنابراین نکته ما اینه، اگر به ازای دو جریان مختلف توان مفید مولد یکسان باشد داریم آیه یک به اضافه آیه دو مساوی با ای تقسیم بر. خب مسئله دیگه رو حل کنیم. مسئله ما میگه شکل روبرو، شکل روبرو نمودار توان خروجی، توان خروجی یک باتری سه ولتی، یک باتری سه ولتی بر حسب جریان گذرنده از آن است، گذرنده از آن است. خب پیپرین و بیشینه توان خروجی این باتری، توان خروجی این باتری چند وات است؟ خب گزینه یک 4 و 4، گزینه دو 2 و 4، گزینه 3 4 و 9 و گزینه 4 2 و 9. نمودار توان بر حسب جریان هم بریشی است. خب
اول جریان آی بر حسب آمپر و این هم محور توان بر حسب وات. خب نمودار رو به این شیوه داده، این هم پی پریم و اینجا نوشته 2 و اینجا هم نوشته 4. افتراق خلاصه این مسئله رو یادداشت میکنیم، بعدا مسئله رو حل میکنیم. مسئله ما میگه شکل رو به رو نمودار توان خروجی یک باتری 3 ولتی. وقتی میگه یک باتری 3 ولتی یعنی نیرو محرک یک باتری ما 3 ولت بر حسب جریان گذرنده از آن است. خب نمودار توان مفید باتری بر حسب جریان گذرنده از باتری رو داده. خب میگه پی پریم یعنی به ازای جریان های 2 و 4 توان مفید باتری پی پریم میشه. میگه این پی پریم چقدر؟ چند وات؟ و بیشینه توان خروجی این باتری چند واته؟ میگه توان ماکزیموم باتری برابر با چند وات. خب دوستان در اینجا به ازای 2 جریان مختلف توان مفید باتری یکسانه. خب این میشه آی1 و این میشه آی2. خب همین حالا ما گفتیم رابطه بین آی1 و آی2 به این شیوه است: آی1 به اضافه آی2 مساوی با ای تقسیم بر. خب در اینجا ما آی1 رو داریم، جایگذاری میکنیم این رابطه رو، 2 به اضافه آی2 میشه 4، ای که 3 ولت داده و آرم که مچ. خب اینجا میشه 6R مساوی با 3، R میشه 3 تقسیم بر 6 میشه 0.5. خب مقاومت درونی باتری هم به دست اومد. خب حالا ما میتونیم از رابطه توان مفید پی پریم رو حساب کنیم. توان مفید یه مولدی که به مدار انرژی میره از این رابطه به دست میاد، آی منهای آی2R. خب ای و آر رو که داریم، اما به جای آی میتونیم یا آی1 رو قرار بدیم یا آی2، فرقی نمی کنیم. من آی2 رو قرار میدم، ببینیم چی به دست میاد. خب میتونیم نتیجه بگیم پی پریم مساوی با، خب آی2 میشه 4 ضرب در ای میشه 3 منهای آی به توان آی2 میشه 4 به توان 2 ضرب در آرم که نیم به دست اومد. خب مساوی با 12 منهای 4 به توان 2 16 میشه ضرب در نیم میشه 8 مساوی با 4 وات. خب گزینه 1 یا 3 جواب مسئله ماست. اما توان ماکسیموم یک مولد برابر با ای به توان 2 تقسیم بر 4. خب ای 3 به توان 2 میشه 4 ضرب در آرم که نیمه. خب 3 به توان 2 میشه 9، 4 نیم میشه 2، میشه 4.5 وات. توان ماکسیموم هم میشه 4.5. پس پی پریم شد 4 و بیشینه توان خروجی باتری هم 4.5 که گزینه 1 جواب تست است. دوستان در کنکور سراسری تجربی سال 94 تستی اومده که نتیجه این تست نکته مهمیه که با استفاده از این نکته مهم بعضی از مسائل رو خیلی به سادگی میتونیم حل کنیم. تست ما میگه در مدار رو به رو
در مدار روبرو به ازای دو مقدار متفاوت آر یک و آر دو توان خروجی مولد یکسان است. خب مقاومت درونی مولد برابر با کدام است؟ خب گزینه یک رادیکال آره یک ضرب در آره دو، گزینه دو رادیکال آره یک به توان دو به اضافه آره دو به توان دو، گزینه سه آره یک به اضافه آره دو تقسیم بر دو، و گزینه چهار دو آره یک آره دو تقسیم بر آره یک به اضافه آره دو. خب مدار ما به این شیوه است، یک مقاومت متغیر رو اینجا داریم و یه مولد هم در که نیرو محرکه ای و مقاومت درونی آر. مسئله ما میگه در مدار روبرو به ازای دو مقدار متفاوت آر یک و آر دو توان خروجی مولد یکسانه. خب این مولد ماست. خب میگه اگر مقاومت خارجی ما یعنی مقاومت رئوستا در اینجا آر یک باشه، توان مفید مولد میشه پی یک، و اگر آر خارجی یعنی مقاومت رئوستا آر دو باشه توان مفید ما میشه پی دو. اما به ازای این دو مقدار آر پی یک با پی دو برابره. یعنی توان مفید مولد در این دو حالت برابره. میگه مقاومت درونی مولد با کدام یک از این عبارت ها برابره؟ خب دوستان اگر رابطه توان مفید مولدی که به مدار انرژی میده بر حسب مقاومت خارجی مدار بنویسم، خب ببینید که توان مفید مولدی که به مدار انرژی میده با توان مصرفی مقاومت خارجی برابره. بنابراین توان مفید بادری یا مولد برابر با توان مصرفی مقاومت خارجی میشه آی به توان دو آر. خب جریان در مدار تک حلقه تک مولد مثل مدار فوق برابر با ای تقسیم بر آر به اضافه آر به توان دو ضرب در. خب در نتیجه توان مفید مولد بر حسب آر بنویسیم آر خارجی برابر با این به توان دو آر تقسیم بر آر به اضافه آر به توان دو. خب اگه این رابطه رو حفظ باشیم خیلی ساده در بعضی مسائل میتونیم مسئله رو حل کنیم. خب در اینجا پی یک با پی دو برابره، اما پی یک برابر است ای به توان دو آر یک، آر یک به اضافه آر به توان دو. پی دو هم برابره با ای به توان دو آر دو،
آردوی به اضافه آر بتوانید. خب پی با پی دو برابره، بنابراین میتونیم از این سه رابطه نتیجه بگیریم. خب ای به توان دو آر یک تقسیم بر آر یک به اضافه آر به توان دو برابر با ای به توان دو آر دو. خب تقسیم بر این میشه ای به توان دو آر دو تقسیم بر آر دوی به اضافه آر به توان دو. در دو طرف رابطه ای دو مشترکه و چون بین اینها ضربه این دو تا با هم که میرن، بنابراین ما داریم آر یک ضرب در آر دوی به اضافه آر به توان دو مساوی با آر دو ضرب در آر یک به اضافه آر به توان دو. اینجا ترفین و وسطی شده. خب این دو جمله رو به توان دو میرسونیم. خب داریم در نتیجه، خب آر یک ضرب در آر دو به توان دو به اضافه دو آر دو آر به اضافه آر دو مساوی با. خب اینجا آر دو رو می نویسیم، میشه آر یک به توان دو به اضافه دو آر یک آر به اضافه آر دو. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم، خب در اینجا میتونیم بنویسیم آر یک ضرب در این جملات میشه آر یک آر دو به توان دو به اضافه دو آر یک آر دو آر به اضافه آر یک آر به توان دو مساوی با آر دو ضرب در آر یک به توان دو به اضافه دو آر یک آر دو آر میشه به اضافه آر دو آر به توان دو. خب در اینجا جمله دو آر یک آر در دو طرف این رابطه وجود داره، بنابراین میتونیم این جمله را حذف کنیم چون در دو طرف رابطه وجود داره. بنابراین مسئله ما، خب اگر در بالا من ادامه بدم به این شیوه در میاد. خب آر یک آر دو به توان دو. خب این جمله رو میبرم طرف چپ، یعنی میشه منفی آر دو آر یک به توان دو مساوی با. خب در طرف راست آر دو آر به توان دو مونده. خب این جمله رو هم میبرم طرف راست، میشه منفی آر یک آر به توان دو. خب ببینیم درست نوشتیم، آر یک آر به آر یک آر دو به توان دو، منهای آر دو آر یک به توان دو، و اینجا هم نوشتم آر دو آر دو منهای آر یک آر به توان دو. خب در اینجا میتونیم از آر یک آر دو فاکتور بگیریم، میشه آر دوی منهای آر یک مساوی با. خب اینجا هم از آر به توان دو فاکتور میگیریم، میشه آر دوی منهای آر یک. خب جمله آر دوی منهای آر یک یا عبارت آر دوی منهای آر یک در دو طرف مشترکه و چون بینشون ضربه حذف میشن، نتیجه به دست میاد آر یک آر دو برابر آر به توان دو. خب
خب اگر بخوایم مقاومت درونی رو حساب کنیم، باید از طرف این رابطه جذب بگیریم. خب آر میشه رادیکال آر یک ضرب آر. خب گزینه یک درست. بنابراین اگر به ازای دو مقدار از مقاومت راست، یعنی به ازای دو مقدار متفاوت آر یک و آر دو توان خروجی مولد یکسان باشه، رادیکال آر یک آر دو برابر مقاومت درونی مولد میشه. بنابراین به نکته خیلی مهمی رسیدیم که در حل بعضی از مسائل به درد ما میخوره. نکته ما به این شیوه است: در مدار تک حلقه تک مولد و دارای مقاومت خارجی متغیر، اگر به ازای دو مقدار متفاوت مقاومت خارجی مانند آر یک و آر دو توان مفید مولد یکسان باشد، داریم. خب آر مساوی با رادیکال آر یک ضرب در آر. مسئله ما در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 94 اومده. مسئله ما میگه در مدار روبرو، در مدار روبرو وقتی مقاومت رئوستا، وقتی مقاومت رئوستا برابر 8 اوم است، توان مفید مولد، توان مفید مولد برابر پی یک است. خب مقاومت رئوستا را به چند اوم برسانیم؟ به چند اوم برسانیم تا توان مفید دوباره برابر پی یک شد؟ خب مدار ما هم که خیلی ساده است، یک مقاومت خارجی متغیر به دو سر یک مولد وصل شده، ای و نوشته آر مساوی با 4 اوم، یعنی مقاومت درون مولد رو داره. خب گزینه های این تست به این شیوه است: یک میشه، دو میشه و 3. این گزینه 3 ما 4 میشه و گزینه 4 6 میشه. خب ببینیم مسئله ما چه میگه. خب در مدار روبرو، خب در این مدار یک مدار تک حلقه تک مولده، وقتی مقاومت رئوستا برابر 8 اوم است، خب مقاومت رئوستا اگر آر یک برابر 8 اوم باشه، میگه توان مفید مولد برابر پی یک. خب میگه مقاومت رئوستا را به چند اوم برسونیم؟ میگه آر دو مقاومت رئوستا چند اوم باشه تا توان مفید مولد دوباره برابر پی یک بشه.
مقاومت درونی مولد رو هم داره ریشه چهارم. زمانی که به ازای دو مقدار متفاوت آر یک و آر دو توان مفید یکسان باشه در یک مدار تحقیق کنگ مولد مثل این مدار، خب ما این رابطه رو داریم، میتونیم بنویسیم آر مساوی با آر یک ضرب در آر دو. خب مقاومت درونی میشه چهار، خب آر یک میشه هشت ضرب در و آر دو هم که مجهول. خب خیلی ساده میتونیم نتیجه بگیریم که چهار به توان دو میشه شانزده برابر هشت آر دو. طرف اینو به توان دو رسوندیم و آر دو به دست میاد، میشه شانزده تقسیم بر هشت مساوی با دو. خب بنابراین گزینه دو درست. ببینیم دونستن این نکته چقدر حل مسئله ما را ساده.